با بودجه 110-120 هزار درهم که میشه 30-35 هزار دلار کلی SUV یا همون کراس‌اوور میدسایز میشه گرفت که اقتصادی باشن، از جمله میتسوبیشی اوتلندر، تویوتا رافور، نیسان اکستریل، هیوندای سانتافه، کیای اسپورتیج که نه یه دونه بالاتر میشه کیای سورنتو. کل این ماشینا رو میشه با این بودجه گرفت که همشون هم همکلاس هستن. میتسوبیشی اوتلندر فیس جدیدش که فیس جذابی هم شده نسبت به قبل و از یه شرکت ژاپنی معتبر هست. اینکه این ماشین ارزش خرید داره یا نه، چه کیفیت سواری داره از نظر موتوری، مشخصات فنی، مصرف سوخت و کلا برای استفاده کردن به درد خریدن میخوره یا نه رو در ادامه با من همراه باشید. نسل قبلی این ماشین توی ایران زیاد وارد شد، هم به عنوان پلاگین هایبرید و هم به عنوان موتور بنزینی معمولیش که 2.5 لیتریه گیرباکس سی وی تی بود، تنفس طبیعی. این ماشین فیسلیفت همون ماشین که نه، نسل بعدی اون ماشین محسوب میشه، کلا یه نسل جداگونه، همه چی پلتفرم عوض شده، ولی این همچنان هست. این یه تیکه کروم تو اونم بود، تو اینم هست، چشماش حذف شده. متاسفانه ترند این روزای طراحی خودروی دنیاست و چراغه اصلی اومدن این پایین، چشماش کوچولو شده دیگه، به خاطر اینه که کل دنیا میخواد نظر بازار چین رو جذب کنه. یه بازار بکریه که 1 میلیارد و خورده‌ای جمعیت داره و منتظره که ماشین جدید رو بخره. طراحی ماشین جلو پنجره بزرگی که داره خشنش کرده و یکم چشماش کوچولو موچولو شده، انگار که میخواد حمله کنه، تهدید میکنه و حمله میکنه. کرونکاری جلو که زیاد هست و برای خودروی اقتصادی بیشتر جنبه اینو داره که خریداراشو میخواد راضی کنه یا اینکه گول بزنه یا همچین چیزی. توی ایران میتسوبیشی اوتلندر زیاد بازار خوبی نداشت، خدماتش جالب نبود، شرکتش شرکت وارد کننده ساپورت خیلی قوی نداشت، به خاطر همین خرید و فروش خوبی نداشت نسبت به مثلا رافور، نسبت به اکستریل یا سانتافه یا سورنتو. توی بازار امارات برعکسه و اینجا مخصوصا کشورهایی مثل بنگلادش، هندوستان، پاکستان، مردمشون که اینجا هستن به شدت عاشق برند میتسوبیشی هستن، اولش پاجیرو بعد اوتلندر. رینگای 18 اینچی ماشین که توی تریمای یکم بالاتر و لوکستر 19 اینچی هم میبینیم، 14 تا تریم داره با همین موتور 2.5 لیتری. حالا جالبه که این چند وقته توی ایران موتور 1.5 لیتری توربوش وارد شده، اون ماشین کلن توی چین ساخته شده و برای بازار چین هست، اصلا ربطی به بازار دنیا نداره. تو بازار جهانی شما اوتلندر 1.5 لیتری توربو نمیبینین. حالا این سری میگن که موتور خود میتسوبیشی فلان، اینه چرت و پرته. میتسوبیشی توی بازار جهانی به عنوان یه برند رسمی این موتور میده بیرون. حالا میریم سراغش. آینه روی بدنه نقش بسته، روی بادی هست، به اصطلاح روی شیشه نیست. دو تا خطی که برآمده هستن طراحی بغلو یکم جذاب کرده. یه حالت سالونی داره ولی ارتفاعش کمه، ارتفاع زیادی نداره. این کلش هم وقتی از جلو نگاه میکنی شبیه امبامه آخوندیه، انگار روش گذاشتن. اصلا توی نسل قبلیش هم همین جوری بود، یه روفرک اینجا داریم و قسمت عقب دوتا خطی که روی بدنه بودن اینجا جمع میشن و یه تیکه کرومکاری و یه قسمتی که تقریبا همه ماشینای چینی و کره‌ای و ژاپنی و آمریکایی رفتن سراغ این تیکه مشکی رنگ روی ستون آخر ماشین، اینجا هم همینطوری هست. قسمت عقب ماشین نسبت به نسل قبلیش یکم طراحیش اینجا بهتر شده. توی نسل قبلی انگار عقبش بیش از حد دراز بود، توی همون اوتلندری که داخل ایران الان داریم، ولی اینجا اوضاعش بهتر شده و چراغ عقب دیگه اوضاعش خیلی خفن تر شده. طراحی چراغ عقب شبیه ماشینای جدید جیپ مثل گرند چروکی و گرند واگونیر هست که خوب شده طراحی چراغ عقبش، گرافیک خوبی هم داره و کاملا ساده. یه بال عقب اینجا داریم که تا حدودی بیرون اومده و خروجی اگزوز نداریم، دوتا فک اینجا داریم تو این قسمت و هیچ چیز دیگه ای ما نداریم. این قسمت هم پلاستیکو که زدم به خاطر اینکه تصادفی چیزی ریز داشتین دیگه رنگ سپر نریزه و تمام. بریم سراغ صندوق عقب. این ماشین نسخه 7 نفره هم داره که اونایی که وارد ایران میشن اکثرا 7 نفره هستن، چند وقت دارن
براش تبلیغ میکنن، ولی این نسخه 5 نفره است و جزو نسخه کم آپشن محسوب میشه. یه صندوق عقب کاملا بزرگ و جادار بدون هیچ گونه کم و کاستی، زاپاس فرغونی این زیر هست، زیر جعبه ابزاره و یه چراغ کوچولو داره. جعبه ابزارش هم جداگونه هست و صندوقش هم برقی نیست و توی نسخه بالاترش برقی هست. و وقتی میگن 1.5 لیتری توربو روی فلان ماشین مال خود کمپانی، من فقط میگم چرت و پرته. حالا شما بگو بنز و بی ام و 1.5 لیتری توربو برای ماشین 1 تن و 700 کیلویی واقعا شوخیه. و اون چیزی که داره وارد ایران میشه عملا یه ماشین چینیه، ماشین ژاپنی محسوب نمیشه به هیچ وجه. موتور این ماشین توی بازارهای جهانی آمریکا، استرالیا، کانادا، اروپا، حوزه خلیج فارس، هر جایی بگین، موتور 2.5 لیتری تنفس طبیعی هست که 181 اسب بخار و 247 نیوتن متر گشتاور رو به وسیله گیرباکس CVT به چرخ‌های جلو یا چهارچرخ منتقل می‌کنه. این ماشین تک دیفرانسیله، فقط چرخ‌های جلو محرک هستن. تو نسخه چهارچرخ محرک هم که چهارچرخشه، هیچ چیز دیگه ای. 1.5 لیتری توربو صرفاً یه چرت و پرته که برای بازار ایران میارن، برای اینکه مردم به زور بخرن. همین شتاب 0-100ش رو بریم بگیریم برگردیم. دنده رو میذارم روی حالت درایو و حالت دستی، چون چه توی درایو چه دستی دنده مجازی خودش میده. حالت رانندگی هم روی جاده میذاریم که بهتر باشه نسبت به بقیه حالت ها. هیچ چیز دیگه ای نداره، چون تک دف هم هست. اون تراکشن کنترل ESP رو خاموش نکنیم بهتره، هرزگردیش زیادتر میشه. بریم هراش. تیکافی هم باز میزنه. چهار تا دنده عوض کرد ولی خوب بود. 9.61 زد، یعنی زیر 10 زد. با اینکه موتور تنفس طبیعیه 1.7 تن کیلو، به نظر من بد نزد، خوب زد. داخل این ماشین که میاییم با کلیده به نسبت با کیفیت و مناسب طرف میشیم. یه زیر آرنجی نرمی اینجا هست و اینجا پلاستیک خشک. کلن متریال دستگیره در و دوره در اینا بد نیست، فقط پلاستیک پیانوی اینجا که یکم خط و خش میفته. اینجاش هم پارچه هست، ما بقیه هم پلاستیک خشک. صندلی ماشین پارچه‌ای هست، تو نسخه بالاتر و متفاوت تر صندلی چرمی میشه. صندلی ماشین دستی هم از کنترلش، یه سری نسخه برقی میشه، یه سری برقی نیست. گودی کمرش هم تنظیمش برقی. سمت چپ فرمون جای دکمه خیلی زیاد داره ولی همشون خالی هست تقریبا. یه دونه تنظیم نور پشت صفحه کیلومتر داره، یه دونه هم ارتفاع نور بالا. سوار ماشین که میشیم، همون اول نسبت به اوتلندرهای قدیمی افزایش کیفیت رو متوجه میشیم. این توی این ماشین هم از نظر طراحی یه طراحی ساده تر بهتر و کیفیت بالاتر متریال مشاهده میشه که این خودش خوبه. یه مونیتور کوچولو اینجا که تاچش معمولیه، کاربریش معمولی، همه چیش معمولی. اندروید اوتو و اپل کارپلی داره ولی سیمیه، کلا با سیم باید وصل بشه که معمولا اونایی که سیمی هستن هیچ فرقی نداره، بنز و بی ام و باشه، کیا هندای باشه، تویوتا، لکسوس، هر چی باشه، باتری گوشی رو داغون میکنه و به نظر من اصلا اپل کارپلی یا اندروید اوتو سیمی به درد نمیخوره. صفحه کیلومتر این ماشین، دور موتور و کیلومتر شمار آنالوگ هستن که خیلی خوبه، برای من خوبه، ولی برای بازار معمولا اقبال زیاد نمیشه و چینی‌ها تو این قضیه اوضاع بهتری دارن یا حتی کره‌ای ها. وسطش یه صفحه بزرگ دیجیتالی است که کنتراست مناسبی داره و بد نیست. همه اطلاعات کامپیوتری، اطلاعات سفری، پیمایش، مصرف سوخت، هر چیزی که بخواین رو نمایش میده. و حالت رانندگی هم داخل اینجا با گرافیک خوبی، با گرافیک رنگی نمایش داده میشه که به وسیله یه ناب اینجا پشت لیور دنده عوض میشه. حالت اکو داره، نرمال داره، جاده ای، برفی، آفرودی، اینجور چیزا. لیور دنده به صورت میتونم بگم مکانیکی، الکترونیکیه که بغلش یه دکمه هست میگیری و بالا پایین میکنی برای اینکه حالت دنده رو عوض کنی. حالت تیپترونیک هم داره که البته تیپترونیکش فقط روی ام میذاری، چپ و راست نداره، ولی شیفتر پشت فرمون رو داره. گیرباکس ماشین هم CVT هست، یعنی شیفتر پشت فرمون اینا کشک عملا
دست راهنما برپا کن کیفیت خوب، فرمون توی 4 جهت تنظیم میشه. فرمون خودش کیفیت عالی داره، هم جنس فرمون و هم اون کلوفتی و تو دست بودنش، طراحی فرمون، دکمه ها بزرگ بودنشون خوبه. جالبه اینجا سافت تاچ هست و استارت دکمه ای داره، تعویم مطبوعش اتوماتیک هست و یه صفحه دیجیتالی داره، یه دونه USB-C، یه دونه USB معمولی، خروجی 12 ولت، جای وایلس شارژر داره ولی این ماشین نداره. دور لیور دنده پلاستیک پیانویی ولی در کل پلاستیک مات هست و یه تیکه چرمم اینجا زدم برای اینکه مثلا پاتون لنداد بهش اذیت نشین، که خودش این خوبه. دو تا کاپولدر بزرگ آمریکایی توش هست این کنسول و یه کنسول کوچولو هم اینجا، یه محفظه. سقف این ماشین ساده است، گفتم جزو تریمای بیسیکه. سقفای سانروفدار و پانورامیک هم داره. این قسمت کاملا ساده، جنس سقف یه جنس میتونم بگم خوب به سمت متوسط، یعنی آنچنان خوب نیست. بزرگترین آفتابگیری که من دیدم اینا، یعنی یه نون بربری اینجا چسبیدن، طولش کمه، عرضش زیاد و اصلا اینجوری بذارین هیچ جا رو نمیبینی، اینجوری نگه دارین. خودش خوبه، از یه جهت خوبه به خاطر اینکه خوب آفتاب پوشش میده، ولی دیگه خیلی بزرگه، من ندیده بودم تا حالا همچین چیزی. آینه‌ش هم یه دونه چراغ این بالا داره، آینه وسط کاملا ساده، تو نسخه‌های بالاتر فریملس هم داره. این ماشین هیچ کدوم از آپشن‌های امنیتی کمکی راننده هیچ کدوم از اینا رو نداره. تو نسخه‌های بالاتر رادار حرکت بین خطوط، هشدار تصادف جلو، سنسورهای پارک، رادار نقطه کور، همه اینا رو ممکنه داشته باشه و دیده به اطراف با ایناش کاملا ساپورت میشه، هیچ مشکلی نداره. دیده به جلو خیلی خوبه، کاپوتش یکم عضلانی گنده وک اینجوری افتاده، یک کانال کوچیکم وسطش هست و جنس پارچه صندلیم جنس خوبیه، یعنی من دوستش داشتم، نشون از مقاومت میده که ژاپنی اصولا هم باید همینجوری باشه. چیز دیگه اوتو هول داره، ترمز پارک برقی داره. بریم سراغ عقب. وقتی در ماشین رو میبندیم یه حس محکمی و سنگینی رو میده. 1700 کیلو هم وزن این ماشین هست. پا زیر صندلی کامل میره. صندلی جلو رو برای قد خودم 184 تنظیم کردم، خیلی راحته از این نظر. یکم ارتفاع صندلی عقب نسبت به جلو بلندتره یه ذره و احساس تسلط خوب ممکنه بده، ولی توی سواری و جاده اینا این بلند بودنه اذیت میکنه، تکون زیاد میخوره. فاصله زانو اوکی، سر خیلی اوکی و از نظر آپشن امکانات تقریبا ما چی نداریم اینجا. نسخه بالاتر ممکنه داشته باشن، یه چراغ کوچولو اینجا و خبر سوکت و USB و اینجور چیزا نیست. دو تا دریچه کولر داریم که توی کمترین و پایینترین کیفیت خودشون هم هست. حالا تو نسخه بالاتر این چجوری باشه من نمیدونم، ولی عقبش خیلی راحته، خیلی راحته. این قسمت هم که یه کنسول وسط داریم، اگه بتونیم بازش کنیم که آجی باید بیاد دیگه، جالیوانی داره پشتش، نمیاد. حالا چجوری باز میشه نمیدونم، ولی پشتش جالیوانی داره. اما بدیش اینه که بازه، یعنی اینو بیاری وسط دیگه این عقب بازه و قشنگ میتونی بپری توی صندوق عقب. نمیدونم چرا اینجوری بود. در کل عقبش راحته، آپشن امکانات توی نسخه نیست، حالا نسخه بالاتر باشه یا نباشه نمیدونم. قسمت رودری هم که جلو حالا خبر خاصی نبود که عقب خبر خاصی بشه، اما مثل جلو اکثرا پلاستیک خشک و پارچه است. موقع رانندگی با اوتلندر جدید کاملا متوجه میشین که نسبت به نسل قبلیش که توی ایران هست و بود اوضاع بهتری داره از نظر صلب بودن و کیفیت ساخت و متریال و سیستم تعلیق و اینا. اوضاعش خیلی بهتره. کولرش که به شدت خوبه، البته نسخه‌ای که GCC باشه.
اونی که رو آیناش عربی نوشته شده و جی سی سی از سفارش خلیجه، اگه اون باشه که خیلی اوضاع خوبی داره و به هیچ وجه شما رو از نظر کولر و گرم و سرما به هیچ وجه اذیت نمی‌کنه. هم کولرش و هم بخاری خوبی هم داره، ولی دیگه تو این نسخه گرم کن سرد کن ما نداریم. و در مورد گیربوکس سی وی تی تعویض دستی داره که با شیفتره پشت فرمون خیلی هم سریع انجام میشه، برای اینکه اون حالت ببینید یه حالتی بهتون میده که انگار خودتون دنده عوض میکنیم و اون خسته کننده بودن سی وی تی رو به هیچ وجه نخواهید داشت. اما بازم سی وی تیه. حالا خوبیش کجاست؟ اینه که مصرف سوخت رو پایین میاره. و بدیش کجاست؟ اینه که اونایی که دنبال گاز دادن اینجور چیزا هستن راضیشون نمیکنه، که به نظر من کسی که خریدار اینجور ماشین هست توی همه دنیا دنبال گاز دادن و این حرفا نیست، باید دنبال اقتصادی بودن، به صرفه بودن، امکانات، اینجور چیزا باشی که توی ماشین رعایت شده. البته این نسخه بیسیکه، ولی از نظر خراب نشدن، از نظر دوام، خدمات، اینا ساپورت میکنه بازار. و بازار منظورم بازارهای جهانی، حالا ایرانو بماند. ولی مصرف سوخت این ماشین تو این چند روزی که دستم بود، الان یه هفته است که این ماشین جداگونه دستم هست و فشار بیار گاز بده هر کاری کن، نهایتش تا 11 میره، وگرنه 9.8.5 توی شهر 9.8.5 وای میسته. که اینو مقایسه میکنی با ماشینه مثلا چینی که میگن موتور رو توربو کردیم، حجمش رو آوردیم پایین برای اینکه مصرف سوخت کمتر باشه، همه هم مصرف سوخت بالای 10-12. خب همون تنفس طبیعی رو میزدیم، چه کاری بود بی خودی بنزین سوپر بیا بزن فلان کن. نه اینکه پشت قضیه اینه که آقا میخوان اینجوری باشه که مردم بیشتر مصرف کنن برای اینکه بیشتر خراب بشه، اذیت بشن برای بنزین، فروش اکتان بوستر تو کل ایران بیشتر بشه، هر چیز دیگه ای که هست به خاطر همین قضایه است. وگرنه مصرف سوخت و اینجور چیزا بهونه است. استهلاک ماشینه تنفس طبیعی خیلی کمتره تا ماشینه توربو. اینو بهتون بگم که توی ماشین مثلا فرضاً 250 اسب بخاری، یه 4 سیلندر توربو، خیلی هزینش کمتره نسبت به 6 سیلندر حتی تنفس طبیعی ساختش. به خاطر همین رفتن سراغ این داستانا. به هر حال بگذریم، یکم گاز بدیم باش، زود دنده مجازی عوض میکنه و این خودش خوبه. شتابش هم که دیدین زیر 10 زد. و نکته ای که باید بهش اشاره کنم اینه که نرمی سیستم تعلیقش یه جایی میزنه تو ذوق، اونم اینه که موقع هندلینگشه، یعنی شما بخواین باش یکم شیطنت بکنین، یکم پیچه رو محکم بزنین، براتون داستان میشه و ماشین کله میکنه. اما از نظر رانندگی، از رفور نرمتر، از سورنتو، از سانتافه، از اکستریل، از همه این رقیباش سواری نرمتری داره. قبلا هم تا حدود زیاد اینجوری بودا، یعنی همون نسل قبلیش هم، ولی این حتی از اون نسل قبلیش هم نرمتره و این خودش جالب بود برای من. راحتی رانندگیش، دیده به اطراف، جلو، بزرگ بودن داخلش، اینا همشون نکات مثبتی هستن. اما توی ایران اگه خدماتش خوب نباشه، اگه خوب ساپورت نکنن، دوباره به همون داستان قدیمی دوچار میشه. به علاوه اینکه 1.5 توربوه، بابا بس کنید دیگه، 1.5 توربو چی؟ همون تنفس طبیعی روشه، همینو می آوردین، مردم اینو خیلی اوکی تر هستن تا اون 1.5 توربو. ولی حالا ما میدونیم پشت قضیه چی هستیه. بگذریم از این حرفا. حالتهای رانندگی رو که عوض میکنیم، یه گرافیک خوبی پشت صفحه کیلومتر میاد، روی ایکو میذاریم که پایین ترین حد ممکن باشه. من نمیدونم توی ماشین تک دیفرانسیل حالت رانندگی مثلا گلولای و اینجور چیزا به چه دردی میخوری. ماشین تکتفه. حالا درست هم هست که میدونستن سفارش خلیج جی سی سیه، چرا اومده اینا رو روش سوار کردم روی ناپشن نمیدونم. من به هر حال بگذاریم. مانیتورینش که به چیز گفتم ساده است ولی پاسخگو هست. صندلی که سرد کن نداشته باشه، همون بهتر که پارچه باشه، که اینجا هم همین قضیه هست. و از نظر قیمتی نسبت به رقیباش تقریبا توی حد قیمتی هستن، 30,000 تا 35,000 دلار نسبت به رقیبای ژاپنی. کره‌ای‌ها یکم ارزان‌تر هستن. حالا اینکه تو بازار چجوری هست، تویوتا نیسان بالاتر هستن، مخصوصا تویوتا رفور، بعدش نیسان اکستریل، بعدش این ماشین توی بازار جهانی. ولی توی حوزه خلیج فارس
این ماشین از اونو جلوتر نرفته که نمیدونم، تقریبا با خیلی زیاد دیده میشه، یعنی تو خیابون تعدادش خیلی زیاده، هم این هم پاجیرو. اونم به خاطر اینه که شرق آسیا، جنوب شرق آسیا دوستش دارن این ماشینو. جنوب شرق میشه جنوب غرب، حالا هند و پاکستان و بنگلادش و کدومشون میشه شما بگین حالا، ولی اینا دوستش دارن، یعنی این ماشینو به شدت دوستشان، روش تعصب دارن، اصلا تعصب سنگین. چجوری ایرانی ها فکر میکنن مثلا تویوتا یا بنز مال باباشونه، اونم هم دقیقا همینجوری فکر میکنن. این هم یه تعصبیه که توی بازارا به وجود اومده دیگه، یه چیز عادی هست. اگه بخوام جمع‌بندی کنم، نسبت به رقیباش از نظر سواری از همشون راحت تره، از نظر ظاهری چیز سلیقه‌ایه، نمیتونم نظر بدم، ولی به نظر من از رفور تا حدود زیادی جذابتر ظاهرش، یکم بزرگتر و یوغورتر نشون میده. رفور یکم حالت سواری گرفته، از اون کراس‌اوور بودنه دور شده نسبت به سانتافه و سورنتو که تقریبا همه این ماشینو ترجیح میدن، مگه اینکه قیمت رو در نظر بگیری که از اونها مسلما گرونتره. و نسبت به اکسریل هم، اکسریل جدید رو بذاریم بیاد بعد نتیجه بگیریم و تصمیم بگیریم در موردش. شما بگین که با این بودجه مثلا 110-120 هزار درهمی یا 30-35 هزار دلار این ماشین رو برمیدارین، یا کدوم یک از رقیباشی، اصلا کلن چه ماشینی؟ حتما نظرتون رو کامنت کنین، خوشحال میشم. لایک، سابسکرایب، زنگوله منگوله، اینجور چیزا یادتون نره. دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. بدرود.